من بعد حرف میزنم ولی حالا بفهم برای چی این جنگ نبود تو آلا رو برای حمایت از مردمم، برای حمایت از فامیلم که اونجان، خانوادم که اونجان، مردمم، برای دوستام و برای آزادی کشورم ایران. سوالای من شنیدین؟ ما الان یه خورده خوشمون اینه یه عده‌ای اون پشت قرارات جدا کردن، میگن این شعارهایی که خیلی یه طرفه به سمت خاندان پهلوی تطبیق اندازه، یعنی شعارهای خودشون رو میدن. نگاه شما چیه به این؟ به نظر من رضا پهلوی تنها کسیه که میتونه، شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که از لحاظ شخصیت، از لحاظ شخصیت و شعور سیاسی تنها کسیه که میتونه ایرانمون نجات بده، نه کسی مثل بقیه که اومدن، مثل خانم اسمشون هم به یاد نمیارم، خانم مای فرد، مسیح علی نجات، اون مثلا کسی نیست که بخواد بیاد ایرانمون رو آزاد کنه، اون فقط کار ژورنالیستیش انجام بده. ولی دیروز خانم مسیح علی نژاد با آقای رضا پهلوی توی جلسه بودن، با هم دست اتحاد دادن. دست اتحاد دادن، ولی کسی که بتونه بیاد برای آینده ایران تصمیم بگیره، علاوه بر شعور سیاسی، کی میتونه، کی بهتر از رضا پهلوی؟ ولی دیروز خود آقای رضا پهلوی گفتن من اصلا قرار نیست برای شعور سیاسی ایران تصمیم بگیرم. ماها میخوان شما سخنرانی دیروز رو گوش دادید؟ بله گوش دادم. بله. سخنرانی دیروز رو گوش دادید؟ بله گوش دادم. خود آقای رضا پهلوی حرفاشون مخالف حرفاشون، میگن من نمیخوام به اونجا برسم. برای اینکه ایشون نمیخوان که شاهزاده، یعنی ایشون نمیخوان که شاه ایران باشن. ایران فقط، ایشون فقط آزادی ایرانو میخوان. فقط میخوان مردمشون آزاد باشن. ولی تنها کسی که به نظر من الان تو این لحظه میتونه ایرانمون رو نجات بده و مردم رو همبسته کنه خود ایشون هستن. چرا؟ چون از لحاظ شعور شخصیتی، یعنی کسی که شخصیت شناخته شده ای هستن و ثابت شدن، چجوری بتونه ثابت شدن، و تنها کسی هستن که به نظر من و مردم ایران، خود مردم ایران توی ایران شعاری که میدن، شعارهایی که الان ما داریم میدیم، مثلا میگن ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. خب این به نظرت همین جمله شما، بله، یه جوری مثل همون فرهنگ جمهوری اسلامی نیست؟ یه رهبر، یه فرهنگ. نه 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 نه، برای که شاهزاده نمیخواد. شاهزاده میگه من با این مخالفم. شاهزاده دموکراسی میخواد. دموکراسی میخواد. برای خاطری که شاهزاده رضا پهلوی دموکراسی رو میخواد. یعنی حق انتخاب برای ملت گذاشتن. اون وقت اگه شاهزاده دموکراسی بخواد، شما میخواین شاهزاده فرمانده بشه، این دوتا با هم تناقض نداره؟ این برای بعد از آزادیه، بعد از آزادی ما تصمیم خواهیم گرفت. شاهزاده دموکراسی میخواد. ما بعد از آزادی تصمیم، وقتی آخونده را گذاشتیم کنار، بعد از این تصمیم، بعد از این مردم تصمیم میگیرن، مردمی که تو ایران، مردمی که تو ایران دارن زندگی میکنن، اونا تصمیم میگیرن کی شاه ایران بشه. الان اگه خوب به حرفای شاهزاده رضا پهلوی فکر گوش بدین، خودشون مخالف این فرمانده شدن و یک دست شدن و مثلا بره کار سیاسی بکنه یا هر چیز دیگه ایه. یه ذره این دوتا کالچه با هم فرق داره، نه؟ نه، چون که بخواد، به نظر من ما ایران، تو اگه تاریخ ایران رو نگاه کنین، سالها تا 2500 سال ما شاهنشاهی داشتیم، فقط یه سکته اومد وسطش که 43 سال این آخونده اومدن رو کار، وگرنه ما باید همون شاهنشاهیمون رو ادامه بدیم. چرا انگلستان میتونه با شاهنشاهی، با ملکه داشته باشه و شاه باشه و شاهنشاهی ادامه بده، یا مراکش نظام مشروطه، یا یکی مراکش انگلستان، چرا اینا میتونن شاه داشته باشن و چرا ایران؟ بله بله، موافق شاهنشاهی نیستم، مخالف اینم که شاه فداتون بشم، فداتون بشم عزیز من. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، صحبت داره، خیلی هم قشنگ افتادی اتفاقا، خیلی قشنگ.